آقای سینایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. طی سال‌هایی که گذشته شاید شما اولین فیلمسازی باشید که به موضوع میراث فرهنگی نگاه بسیار جدی داشتید. در سال‌های اخیر نبوده، من طی 50 سالی که کار کردم همیشه به در واقع میراث فرهنگی خودمون توجه داشتم و هر جا که امکانش فراهم شده فیلمی از اون ساختم. منتها مسئله این هست که به هر حال فیلم ساختن بودجه میخواد و بودجه رو باید در واقع فراهم کرد و به صورت جدی بهش پرداخت. این موضوع تازه نیست. ببینید، من همیشه معتقد بودم که ما این شانس رو داریم که در زمانه زندگی میکنیم که میتونیم تاریخ و فرهنگمون رو برای نسل‌های آینده حفظ بکنیم. این یه موهبت بزرگه، برای اینکه تا قبل از اینکه این امکانات فنی به وجود بیان، خب تاریخ ما هر کس از دیدگاه خودش چیزی رو می‌نوشت یا منتقل می‌کرد به نسل‌های بعدی که در بسیاری از موارد زیاد درست نبود. ببینید، من علاوه بر این فیلمی که امروز نمایش داده شد، گواهان تاریخ، که جواهرات خزانه جواهرات ملی هست، فیلم دیگری دارم به اسم راویان تاریخ، متوجه هستید، که راجع به تاریخ سکه و اسکناسه. خب وقتی شما تاریخ سکه رو نگاه میکنید میبینید که سکه ها صادق ترین راویان تاریخ هستند، به دلیل اینکه دیگه معلومه در چه تاریخی چه اتفاقی افتاده و سکه مربوط به اون زمان ضرب شده، متوجه هستید. به هر حال خواستم این رو بگم که من سالها و سالها به دنبال این مسائل بودم، منتها همیشه امکانش فراهم نشده. حدود 8-9 سال پیش من 20 شهر ایران رو گشتم برای اینکه در واقع درباره معماری ساختمان‌های فاخر ایرانی یه تحقیقی بکنم. 20 شهر رو گشتیم، 58 ساختمان رو پیدا کردیم، ولی تا به امروز امکان ساختن اون فراهم نشده، با وصف اینکه با بودجه های چندین برابر فیلمهایی ساخته شدن برای یک بار مصرف، متوجه هستید؟ یا مثلا فرض بکنید که فیلم مرثیه گم شده من درباره مهاجران لهستانی، پناهندگان لهستانی که زمان جنگ دوم جهانی به ایران آورده شدند، یا فیلم های نیشابور من به اسم ابرشهر پیر و سفر به تاریخ. خب این فیلم ها هم راجع به تاریخ نیشابور و نیشابور اون سالی است که ما فیلم رو ساختیم، یعنی دهه 60. به این ترتیب این همیشه نظر من بوده که سینما در عین حال که میتونه وسیله ای برای سرگرمی باشه، میتونه در واقع جنبه های سرگرمی رو داشته باشه، اما در جوارش هم میتونه این وظیفه خطیر رو به عهده بگیره که در واقع زمانه ما رو و اون چی که از گذشته تا زمانه ما باقی مونده رو برای نسل‌های آینده حفظ بکنه، متوجه شید؟ منتها این نکته ایست که همونطور که گفتم پشتیبانی لازم داره، خواست جدی لازم داره و من شخصا اونجاهایی که این امکان فراهم شده از اون امکان استفاده کردم. من امیدوار هستم که در واقع ما امکانات بیشتری داشته باشیم برای اینکه به ثبت جدی مسائل و موضوعاتی که به تاریخمون مربوطن و حتی به امروزمون مربوطن بپردازیم. من در فیلم گواهان تاریخ که امشب نمایش داده شد، در واقع مسئله من فقط این نبود که یک سری جواهر نشون بدم، بلکه مسئله من این بود که داستان این جواهرات بخشی از تاریخ این مملکت و همه اینا رو در یک شکلی که امیدوارم از جذابیت لازم برخوردار بوده باشه مطرح بکنم. آقای سینایی، جامعه ایرانی شما رو به عنوان یک فیلمساز اجتماعی و یک فیلمساز محقق میشناسه. از عروس آتش به این سو شما فیلمهایی ساختید که عمدتاً تمهای اجتماعی داشتن، اما الان ما میبینیم که شما یک تمرکزی گذاشتید روی فیلمهایی که ماهیت میراث فرهنگی و هویت ایرانی دارن. میخوام ببینم که این درسته یا خیر. نه، اصلا درست نیست. ببینید، من یک فیلمسازم، موضوعهای مختلف ممکنه توجه هم رو جلب بکنن و درباره اونها فیلم بسازم،
این اصلا مفهومش این نیست که حالا من میخوام این کارو بکنم. ببینید معمولا میگم فیلمسازا رو معمولا با فیلم آخرشون میشناسن. خب فیلم آخر من فیلم جزیره رنگینه که در واقع فیلمی است که بیشتر در باره جزیره هرمز زندگی مردم اونجا در قالب یک فیلم داستانی مستند هست. من خواهشم اینه چنان که من رو غالبا سعی میکنن توی قالب مستندساز بیارن، من میگم من فیلمسازم. یک وقت یک موضوعی ایجاب میکنه که مستند خالص ساخته بشه، یه وقت موضوع ایجاب میکنه که مستند داستانی باشه، یه وقت هم داستانی خالصه. ولی من هیچ وقت خودمو محدود نمیکنم. این بسته به اینکه موضوع چه تأثیری بر ذهن من میگذاره. آقای سینایی، طی سالهای اخیر ما شاهد ویرانی آثار تاریخی و میراث فرهنگی هستیم، به ویژه بناهای تاریخیمون تو شهرهای مختلف کشور. اینا عمدتا تو پروژه های عمرانی از میان رفتن. شما خاطرات و یک نوستالژی از شهرهای مختلف تاریخی ایران دارید؟ خب قطعا خدمتتون گفتم حدود 8 سال پیش من 20 شهر ایران رو رفتم. متوجه هستید 58 بنای فاخر ایرانی رو، برای اینکه نشون بدم که معماری ایران زمانی به مسئله اقلیم توجه داشته و تفاوت‌های معماری رو مطرح می‌کرد. خب 58 تا خونه بود و این 58 ساختمان، نه خونه فقط، ساختمان. کوشش فراوان کردم، هرگز بودجش فراهم نشد که ساخته بشه و مطمئنم که از این 58 تا حداقل 18 تاش خراب شده. آقای سینایی، فکر می‌کنید که جامعه کنونی ایران نیاز داره به حفظ داشته‌های فرهنگیش یا خیر، یا عمدتاً باید قربانی حالا توسعه و مدرنیته بشه؟ نه، مسئله تو مدرنیته و اینا نیست. ببینید مسئله یک نکته هم هست. از یک طرف برای پشتیبانی از فرهنگ سرمایه گذاری لازمه، متوجه هستید. از طرف دیگه مردم هم اگر در سینماهای عمومی قرار گذاشته بشه، بلایی که سر فیلم آخر من آمد، فیلم در کانادا بسیار موفق بود، در لهستان بسیار موفق بود، در ایران داغونش کردن. متوجه هستید. مسائل اجتماعی به قدری پیچیده است، به قدری روی هم در واقع یک حالت عصبی به وجود آوردن که وقتی ما میخواییم به آرامی، مثل همین فیلمی که امروز نمایشده شد، به آرامی یک بحث فرهنگی تاریخی به دردخور رو مطرح بکنیم، مگر اینکه جاهایی مثل این جلساتی که خارج از سینماهای عمومی مطرح میشه بخوان اونا رو مطرح بکنن، ممکنه تماشاگر زیاد نداشته باشه. خیلی ممنونم از شما. سپاسگزارم. خیلی ممنون که در این گفتگو شدید.